نرسیدید درسته؟ بله. یه پوست خیلی خشکی هم دارید. ضد آفتابی نه اصلا استفاده نمی کنید. آب رسانی نمیشه. هر دو هفته یک بار که بیایید پیش ما پوست بشاشتر میشه. بخواه چند وقت باید بیام هر دو هفته یه بارو؟ تا 4 جلسه. کلاژن سازی انجام میشه. خیلی براتون خوبه. هن جوان‌تر میشه. جوان‌تر میشه. اصلا کلاً کار این دستگاه جوان سازیه. سلام. سلام. ببخشید من ثبت نام کرده بودم. بله اسمتون؟ بهار. خانم بهار. اسم مسترتونه؟ بله. اسم واقعیتون؟ اگه ممکنه نگم. بله خواهش میکنم. قبضتون رو بله. پرداختم. بله. خیلی متشکرم. خانم آقایون محترم بفرمایید داخل سالن. بفرمایید. کجا؟ ببخشید من الان یه کاری برام پیش اومده باید برم. در خدمتتون هست؟ خیلی ممنون مرسی. هیچ کاری مهمتر از بودن اینجا نیست. بله. شما خودتون تو آینه دیدین؟ اعتماد به نفس داشته باشین خانم. بفرمون خواهش میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. دستا بالا، قامت رو بکشی. همونطور که دکتر گفتن یه چند تا تست ساده میخوام ازتون بگیرم، باید همه انجام بدید. مرسی. ایشالا همه از نظر جسمی سلامت. قامت رو بکشید لطفا.
دوباره نشد. خانم شما ریلکس باشید، راحت باشید، بکشید به سمت بالا، قلاب کنید، مچ رو بچرخونید، عکسش، آفرین، چپ. ماشاءالله همه سالمتر از من. راستتون، خلافش، مرسی. پای راست بالا، تا اونجایی که میتونید بکشید. هم دیگرم ببینید. خواهش میکنم ریلکس و راحت باشید. به افتخار خودتون و آینده شیرینتون. مبارکه، مبارکه. مرسی، متشکرم از همتون. این صندلی یک صندلی سفیده. عزیزان من به نوبت یکی یکی میان اینجا میشینن، اسمشون رو میخونن، شماره که در دستشون رو اعلام میکنن و راجع به خودشون، شخصیت خودشون، علایقشون رو صحبت میکنن، چی دوست دارن، چه جوری زندگی کردن، چه جوری دوست دارن زندگی بکنن و مورد دلخواهشون کی هست، چه جوریه، دوست دارن شوهر آیندهشون کاسب باشه، کارمند باشه، پولدار باشه، حقوق بگیر باشه و بالعکس. فرق نمیکنه چه خانم اینجا باشه چه آقا، باید دو طرف همدیگر رو ساپورت کنین. اگه تونستین همدیگر رو ساپورت کنین، شمارتون رو می نویسین. مثلا خانمی که اینجا هست شماره 3، آقایی که اونجا نشسته شماره 8، علاقمند میشی به خانم شماره 3. ما بعداً تمام برگا رو جمع میکنیم، اسامی رو میخونیم، میبینیم خانم 3 و آقای 8 با هم ارتباط دارن، تشریف برن توی اتاق، با هم میشینن صحبت میکنن و انشالله اگر به نتیجه برسن اوکی باشه، بعدم یه رابطه در خدمتشون هستم، صحبت میکنم، مشاور میدم بهشون، بعد میره دنبال بقیه مسائلی که انشالله به خیر و خوشی بگذره. با سلام، حضار محترم، من جهان بخش هستم، شمارم 34. منم مثل خانمای دیگه برای انتخاب همسر اومدم اینجا. بعد 38 سالمه، آشپزیم خوبه، خونه داریم خوبه، کمی مقرراتی هم، بعد هنر دستی هم زیاد انجام میدم. من شماره 5 هستم، دوست دارم مرد مورد نظر من مردی باشه که به من بها بده، به من دوست دارم. من حالا طرفدار نظریه فیمینیستی نیستم، قبول میکنم زنها اینجوری تو جامعه موفق ترن، ولی دوست دارم خودتون مدیر باشی. دوست دارم خودم رو پای خودم باشم، اصلا اختیار خودم به مرد زندگیم ندم. شماره 29 برزگر هستم، با 61 سال سن دنبال همسری میگردم، متواضع، که درآمد اینم نداشته باشه مسئله نیست، در حدود 40 تا 45 سال سنش باشه و بتونه با من زندگی کنه. من فقط تو خونه یه آرامش میخوام، هیچ دیگرش نمیخوام، فقط یه غذایی چیزی. من شماره 25م. بله، خواهش میکنم. اومدم آدرس اینجا رو به من دادن، من برای پسرم میخوام خانم انتخاب کنم، چون پسر من 50 سالشه و دختر خانواده دار خوب. خب ایشون تا حالا ازدواج کردن؟ نه خیلی آقا ازدواج نکردن. بعد چرا خودشون تشریف نیاوردن؟ خب تا حالا که قبول نمیکرد، ولی الان که دیگه من خیلی اصرار کردم قبول کرده که من هر کی رو انتخاب کنم اون قبول کنه. میشه لطف کنین عینکتون رو بردارین که چشماتون رو دوستان ما ببینن؟ بله، 60 سال سن دارم، املاکی دارم، وزن بد نیست، همسرم از من جدا شده و حالا اینجا خدمتون رسیدم که سهیلا به خدا اینو برو ببین اشتباه میکنی. بالاخره بابا طرف مامانش اومده به تو گفته، یه مرحله جدی رو پشت سر گذاشته، طرف اصلا بگیم نمیخواسته تو سر کار بذاره که مامانشه. برو ببینش چیزی از دست نمیدی که میگی حالا یکم سنش بالا تو حالا تا ندیدیش قضاوت نکن. یه وقت میرفتارش انقدر خوبه اصلا سنش به چشت نمیاد، چیزی هم از دست نمیدی که دو ساعت میری یه کافه میشینی و میاد. تو بگی فکر کن که بالاخره یه آدمی رو میخوای تو زندگیت باشه، از این تنهایی در بیای، از این انقدر هر روز میشین اشک میریزی نمیدونم من افسرده شدم فلان شدم از این لوس بازیات بیای بیرون.
خیلی روحیت عوض میشه دیگه. هرچی از ما آدم های کردی که معاشر کنی برای خودت بهتره. حالا دیگه کدومش من میشه شانس ازدواجه؟ سلام، من مرتضی هستم. چرا میخندی؟ من معذرت میخوام. من خنده دارم؟ نه نه اصلا. آخه یه هول شدم، یه هول سوار ماشین شدین، غافلگیر شدم، ببخشید. تو ساحلایی دیگه؟ تقریبا. تقریبا؟ یعنی چی تقریبا؟ تقریبا ساحلایی؟ نه ببخشید، شوخی کردم اصلا. کجا بریم به نظرتون؟ هر کجا شما میگین. من پیشنهاد میکنم بریم یه کافه بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. بد نیست، بریم. خیلی تو راه بودین تا اینجا رسیدین؟ من نه زیاد، ولی تعجب کردم شما یه ذره سخت پیدا کردین، چون اینجا خیلی سرراسته. خب یه خواهد از خودتون تعریف کنیم. باشه حتما، ولی الان چون دارم رانندگی میکنم نمیتونم زیاد تمرکز کنم. اگر اجازه بدین بریم کافه بشینیم بعد با هم دیگه صحبت کنیم. باشه. شما توی ماشین موسیقی گوش نمی کنی؟ من نه، من معمولا رادیو گوش میدم. راستش منم رادیو رو همیشه تو ماشین ترجیح میدم. طرف اون چرخ داره سیب میفروشه. اولین تفاهم به وجود اومد. بشینم دو کیلو بکش. بله. گفتم پناه بعد دو کیلو از مرام و معرفت و لوتیگری تو به ما بده. چیکار میکنی؟ این دایره ها رو باید بزنیم اینجا بخوره به این هدف این وسط. تو از من خوشت نیمد نه؟ من؟ نه راستش من همیشه همینطوره، یه مقدار اول یعنی تو ارتباط مشکل دارم. اول ارتباط چرا باید بدم بیاد؟ احتمالا مادرم از من براتون یه براد پیت ساخت ها؟ نه مادرتون فقط گفتن که یه مقدار سنتون بیشتر از منه. دیگه چی گفت؟ دیگه گفتن که شما مرد خوش اخلاقی هستین، مرد مهربونی هستین. مغازم مثل این که یه مغازه داریم. همین؟ ببخشین میتونم بپرسم دستشویی کجاست؟ تمنون میکنم بیم که تشریف برید سمت چپ. بله من یه چند لحظه عذر میخوام، الان برمیگردم، ببخشید. الو سیمین سلام. سیمین اگر بدونی من تو چه وضعیتی گیر کردم. ببین اصلا یه وضعیه ها، اصلا ببین نمیتونم بهت بگم، یارو خیلی پیره. بابا مادرش گفته اصلا اون یه کسی دیگه یا تعریف کرده بود، خیلی سنش بیشتره.
گفت میخوام اجازه بدید بستنی و کیکتون رو بیارم. اینا رو ببریم بره. بله. خوردم وقتی شما رو دیدم، چون تصور نمی کردم که فاصله سنی ما اینقدر زیاد باشه و مادرتونم تصویر درستی، یعنی شبیه. به هر حال من خیلی معذرت میخوام، من نمیخوام شما اصلا از دست من ناراحت باشین. اگه ممکنه یه جایی این بغل نگه دارین که من احساس میکنم حالا تهوع دارم. داروی قرصی شما همراهتون دارین؟ نه احساس میخواین کمکتون کنم؟ آخه الان چجوری میخواییم پیادشین شما؟ میخواییم به مادرتون زنگ بزنم؟ آخه نمیشه هیچ کاری. اینو جمعش میکنم، اصلا نگران نباش. فشارش یه ذره رفته بالا، چیز طبیعی هم هست تو این سن و سال. بیره من تیزاره فشارش رفته بالا. این کلید بچه ها رو از مهد کودک مدرسه برده بذار خونه. من با میسم اینو جمعش میکنم، اصلا نگران باشم. این کلیده در ورودیه، اینم کلیده در آپارتمان. من آدرس بچه‌ها رو برات اس ام اس می‌کنم، اصلا نگران نباش. برات اس ام اس می‌کنم آدرس هم مدرسه هم مهد کودک هم خونه رو برات اس ام اس می‌کنم. فقط حتما به من زنگ بزن. بیاین بچه‌ها. خونه‌تون کدومه بچه‌ها؟ بیا. پسر خوبی، چه آقایی. اون یکیه. کدوم؟ اون. بریم بچه ها. هنوز نایمده داریم بازی میکنین؟ لباساتون رو نمیخواین عوض کنین؟ میخواین. لباساتون کجا؟ اینجا. بای من بای من بای اسمت چی بود تو؟ مرسام. خب مرسام بیا من کمکت کنم که لباساتو عوض کنی، لباس راحت بپوشی. خوبه مگه نه؟ چقدر دکمه های لباست سفته. بله ممنون. بله بله بچه ها اومدن دارن بازی میکنن. بهتره؟ خدا رو شکر، یعنی هیچ اتفاقه. خیلی ممنونم واقعا، مرسی. بله بله نه خیالتون راحت باشه. متشکرم. باشه حتما منتظر میمونم. خیلی هم ممنون. خدا حافظ.
بروزان هستم، 49 سالمه و با شماره 49 هم وارد شدم. من دوست دارم که همسر آیندم جنتلمن باشه، صادق باشه، پاک باشه. سنش هم حدوداً 42-43 باشه. خودم لیسانس آرت دارم. شما فرمودید چند سالتون خودتون؟ من 49 سالم. وقت دوست دارین همسرتون 42 سالم. خودم سیگاری هستم، به خاطر نیاز روحیم با سیگار بکشه. عاشق وطنم بودن رفتم جنگ. سال 64 بود که من اعزام شدم جنگ. سوم مرحله بود که من جانباز شدم. بعد دوست دارم همسر آینده منم همسری باشه که دلداری بده، عاشق مرد و خون زندگیش باشه، عاشق بچه باشه. بعد دوست دارم همسرم قدش متوسط باشه، مهربون باشه. همین. خب ویژگی خاصی نداشته باشه؟ ویژگی خاصش که گفتم دیگه، شغلش مشاور املاک باشه. حتما مشاور املاک باشه. بله، چون خودم این شغل دوست دارم. بعدش هم که قدش متوسط باشه، مهربون باشه، بتونه. چون شرایط من یه جوریه که الان من 41 ساله هستم، بتونه با من بسازه. بالاخره یه اخلاق هست. شما قبلا ازدواج کردید؟ نه خیر، ازدواج نکردم، پیش نیومده. ولی زنگ بزن به نظر من به این پسره. زنگ بزن. باید شمارهشو پیدا کنم. احتمال ازدواج برات وجود داره. با این؟ حالا شوخی میکنی؟ نه بابا، چشمک زده. خبرچین میخوای؟ ایشون، نه من. ببین یه چیزی تو من دیگه عروس شد. عزیزم مبارکه، انشالله که پشت سرش ازدواج وعده نیفتاده. چند وعده؟ وعده که نه، ولی کارت ازدواج برای تو افتاده. معلومم نیست که با این آدمه. سیمین جون من، راست بگیا. به خدا جدی دارم میگم. تو رو خدا علکی نگیا. نه به خدا، سر کارم نذاری. لباس چی بپوشی؟ من نیست. ببین یه رژیم مجیم این چیزی میگیش. راست میگه خدا، راست سایزت پیدا نیست. آره سایز میدوزه دیگه بابا. بزنمش الان تو دهنه. بده حق داری. حالا بگو. به نظر من بابا اصلا باربی ما شمایی. آقا اصلا یادم لاغرم چاق شده باشه حالا. ولی لاغری هم برات افتاده. نمیخوام جمعش کنم، اصلا نمیخوام. نه غلط کردم، غلط کردم. الهی دورت بگردم. ببخشید. خیلی خوب درد گرفت. مسخره. ببخشید. ببخشید ناخونات کاش. اصلا نمیخوام برام فال بگیری. بابا صبر کن، بذار بهت بگم چی افتاده. جوجه افتاده براش. جوجه افتاده براش. جوجه براش افتاده. ببین به نظر من الان بهترین راه اینه که تو بشین آدم قدیمی رو پیدا کنی. بالاخره با اونا تا یه مرحله پیش رفتی. تو اومد تو خوششون میمد، تو از یه سریاشون خوشت میمد. حالا بچه بودیم، هر کدوم تو به یه دلیلی پروندی یا چه میدونم. بالاخره مثلا اونا دیگه پیگیری نکردن انقدر اخلاق مزخرف در آوردی. ولی الان بشین چه میدونم از فیسبوک، اینستاگرام این برنامه پیداشون کن. کاری نداره که الان انقدر راحت شده پیدا کردن آدما. بابا اصلا فونبوک موبایلتو بالا پایین کن، ببین کیا رو میتونی بهشون زنگ بزنی. آدم هر کی که فکر کنه کوچیکترین شانسی داری بهش زنگ بزن. اصلا پسر خوششون هم میاد یه وقت بهشون زنگ زنگ حالشون میکنه. اصلا دختر جسور پسر خوششون میاد. به نظر من این کار بکن. سلام علیکم. سلام علیکم. چه جالب واقعا. آی باورم نمیشه. خوبی؟ اینه که برده چشته؟ اوه، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ای بابا، فکر نمی کردم دوباره ببینم. خیلی خب، کجا بریم؟ چیکار کنیم؟ نمیدونم، تو بگو. این جملت هنوز داری؟ مگه قدیما اینو میگفتن؟ آره دیگه، اصلا یادم نیست. بعد من بهت پیشنهاد میدادم میرفتیم یه جایی که من گفتم. نه دستا به ایراد میگرفتی. الان ولی دیگه ایراد نمیگیرم. جدی؟ خیلی خب، پس پیشنهاد میدم تو ماشین بشینیم اینطوری دور بزنیم. بگه
باشه بخواه بیرونم هم خیلی گرمه. از خودت بگو یه ذره، از این طرف ها. تو از این طرف ها، تو زنگ زدی دیشب. از کجا پیدا کردی شمارم؟ شماره تو از مژگان گرفتم. تو با مژگان ارتباط داشتی؟ همچیم که تو با مژگان ارتباط داشتی خنگاه خودش مثلا. خب خودتم در ارتباطی دیگه. نه آخه به من نگفته بود اصلا. جالب. برای اینکه من خودم هم واقعیتش اینه که زیاد باشون در ارتباط نیستم، ولی دیروز پیداش کردم چون دیگه به هر حال تصمیم گرفتم که این خبری از تو بگیرم. چرا؟ چی شده بود؟ راهنمایی بودی میگفتی مزه ارا. آره هیچی بابا همین جوری دیگه چهره نداره که خب... آهان بذار بگم. نه آخه خودم هم من چیز شدم، تعجب کردم، یعنی یهو زنگ زدی برام جالب بود که چرا مثلا. من چند وقت پیش واقعیتش اینه که خوابتو دیدم، خیلی هم بامزه بود. دخترت با تو زندگی میکنه؟ نه الان که من همش سر کارم درگیرم فعلا با مادرش. با مادرش؟ آره. مادرت چطوره؟ با مامانم هم خوبه، بد نیست. چی بود درست میکرد این خلال بادوم و اینا رو میدید؟ تو خودت خیلی دوست داشتی. آره این چیزها هست، کوفتای گوشت بود، مرصع پلو. واو استثنایی بود، دهنم افتاد. آخه یه بار بعد از اینکه ارتباطمون قطع شد خواستم بهت زنگ بزنم به مادرت بگی برام مرصع پلو درست کنه. خب باید میگفت به نظرم، اشکالی نداشت. نه اون موقع اشکال داشت. چه اشکالی داشت؟ بابا اونطوری از هم جدا شدیم، بعد زنگ بزنم بگم که درست رابطه با هم نداریم ولی به مادرت بگو برام مرصع پلو درست کنه. خیلی لوس بود. من گفتم بهتر با این پسر کات کردم. نه نمیگفتم. میگفتم. ازدواج کردی؟ نه خیر، بنده هنوز ازدواج نکردم. بله. ازدواج نکردی؟ آفرین. وا. آفرین آفرین آفرین. نه واقعا خیلی خوبه اگه مثلا ازدواج میکردی جدا میشدی. یه فرایند وحشتناک. حالا کی گفته اگه من ازدواج میکردم جدا میشدم؟ جدا میشدی تو، حتما جدا میشدی. اصلا همه الان جدا میشن، الان اطراف تو چند نفر جدا شدن؟ نمیدونم، شاید هم راست میگم، ولی من میدونی چیه؟ الان یه مدلی شدم. مدل؟ منم گاهی اوقات، یعنی بیشتر اوقات به فکر میکردم مادرم چقدر حرف تو رو میزنه. ای جانم. گاهی اوقات میگه فکر کنم آه امیر گرفتتت. چرا چی شده؟ چیزی که نشده، همین که مثلا الان ازدواج نکردم و شغل ثابتی ندارم و الان من این همه سال ندیدم جناب علی، الان زیاد جا افتاده تر شدی ماشاءالله، به جذابیتات اضافه شده. خب آرومتر هم شدی فکر میکنم. الان جذابتر شدم؟ بدجنستر شدی. جالبه که بهت بگم در آستانه 40 سالگی هنوز موهام سفید نشده. یادت همون موقعم دغدغه‌شو داشتم؟ موهات سفید؟ پس اینا چیه؟ نه اینا کمه. نه کمه، خیلی کمه. بعد 40 سالگی کمه. 40 سالت شد الان؟ آه. خب تو هم 40 سالتی دیگه، ما یه همسن نبودم. حالا برای ما مسئله است، برای تو وحشتناکتره تقریبا. دلیل این آخری دلیل این آخری نگو نگو بیخیا. ببین آخه خودم هم دارم فکر میکنم که واقعا بر چی از بیخیال دیگه. نگو مهم نیست، خیال نگو. آخه میدونی واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که ببین از کار کردن خیلی خسته شدم. یعنی از این زندگی کار دلم یه ثباتی میخواد، دلم یه زندگی جدیدی میخواد. نمیدونم. نه 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 ببین ناراحت نشو. هرچی هم دلت میخواد میگی. نه نه ناراحت نشو، به خاطر اینکه میدونی من برای اینکه به این تایم، به این فرایندی که الان بهت گفتم برسیم باید زمان زیادی صرف کردم. خب
ما معاشرت میکردیم، بعد من حیرون نمیشد به تو ببین بگم. ببین بذار یه چیزی بهت بگم، یه چیز مهم لطفاً بذار منم من میدونم خواهش میکنم یه دقیقه صبر کن عزیزم. نه چرا نوبت توه؟ نه ببین یه چیز مهم میخوام. نه عزیزم یه دقیقه صبر کن. 10 سال پیش یه چیزی بهت بگم، ناراحت نشو. اصلا نمیذاری رفتاری که تو 10 سال پیش با من کردی خیلی وحشتناکتر از اینه که تو بعد از 10 سال بیای بشینی اینجا بعد به من بگی که تو نمیدونم این شکلی اون شکلی. حالا نوبت منه دیگه. پایین تر دم یه سوپر نگه دار که من خریدارو بکنم، برای اینکه مامان گفته این غذای دنگ و فنگ زیاد داره بگیرم با اسایلی ببرم. من گفتم میام. اذیت نکن، خودت گفتی میام دیگه. نه بابا نه، ولش کن. تو که دوست داری مرسا اونم که خوشحال میشه تو رو ببینه. آره نه نه بابا بعد از 9 سال بیام. حالا نگه دار اون سوپر اون پایین نگه دار، من اول وسایل رو بخرم بعد ترافیک باز بشه چشم. از مثلا 12 سالگی میخواستن منو شوهر بدن، خواستگارای پول دار فلان. بعد منم به هر حال جذابیتی داشتم دیگه. خلاصه من همین مقاومت میکردم چون دوست داشتم بگم نه دیگه من بعد برم ببینم. اصلا من میخوام مثلا دکتر شم، من میخوام برم پرست، من میخوام معلم شم، من میخوام این شم. بعد فهمیدم که هر کاری میکنم نمیشه و در نهایت مثل این که من باید همسر شم، من باید مادر شم. بعد شروع کردم ترای کردن برای این که خب حالا کیچی کو. ببین من اگه میخواستم تحقیرت کنم که الان بهت میگفتم من... چرا اینقدر چاخ شدی تو مثلا میدونی؟ واقعا خیلی آدم بیادبی هستی. ناراحت شدی؟ نه داشتم مثال میزدم. ناراحت نشدم. تو اصلا چه میدونی توی 7-8 سال به من چی گذشته؟ تو اصلا چه میدونی چه اتفاقاتی برای من افتاده که همینجور الان اومدی هی توهین میکنی، متلک میندازی به من؟ متلک نمیندازم. من یه جا دیگه میگی وای حالا بر احساس خفگی به دست میده دیگه. معمولا نزدیک 40 که آدم میشه این موتوره به هر بیولوژیکی فیزیکی یه دفعه پته میفته دیگه، ناخودآگاه اون ریتم گرفته میشه. بنابراین اتفاقی که میفته چیه؟ اون هیجانات یه دفعه نگه داری، این سوپر رو رد نکنی. خب بابا نگه میدارم. باشه نگه میدارم، نگه میدارم. اون چقدر خوشحال میشه ببیندت مامانم. خواهی باید بیام؟ نه من میرم زود برمیگردم. هنوز پاستیل دوست داری؟ آره. پاستیل خرسی برای آره همه رو دوست داری. باش حالا پیشنهاد دیگه هم براتون دارم. اگه میخواید پوستتون روشن بشه لیزر موهای زائد انجام بدی، موهای زیر پوستتون هم از بین میبره، پوستتون خیلی روشن تر میشه. بند نزنید، بیاید لیزر انجام بدید. یه 20 دقیقه رو صورتتون بمونه، خیلی التیام خوب به صورتتون میده. با عرض سلام خدمت حضار عزیز، من نازیلا هستم، 31 سالمه، شمارم 12. من قبل از اینکه خودم معرفی کنم اول میخواستم اطلاعات در مورد آماری که آقای دکتر فرمودن بگم. طبق آمار رسمی کشور ما 5 میلیون پسر مجرد و 4 میلیون دختر مجرد داریم، ولی خب میل به ازدواج و آقایون به علت وجود ازدواجی راحت‌تر موقت پایین اومده، به همون دلیله که خب سن ازدواج بالا رفته و خانوما تعدادشون بیشتر دیده میشه. دقیقاً همین. بعد اما در مورد خصوصیات اخلاقی خودم، من ترم آخر کارشناسی هستم در رشته حسابداری، بعد خیلی خوش اخلاق و مهربونم، البته تعریف خود نباشه نسبت به کسی که دوستش دارم خوش اخلاقم. بعد دستپختم هم خوبه، علاقم هم به ورزش، خیلی فوتبال دوست دارم، اما خب هر کسی نقاط ضعفی هم داره. خب من نقطه ضعفم اینه که زود عصبانی میشم. هر شب آخرین خواستگاری که من داشتم این خانم
یه بیماری داشت که به ما نگفتن تا ما سر خونه زندگیمون بریم و بعدن عنوان بشه، حالا به هر دلیلی نمیخوام اصلا عنوان کنم. و متاسفانه اون بیماری اون رویامو از من گرفت و ایشون فوت کردن و من دیگه هیچ خواستگاری نتونستم برم. بله انشالله که خدا رحمت کنه ایشون رو. خانم المیرا شماره 10 با احساس نقاش و دنبال یک مرد با احساس و هنرمند. من خواستم تو ایران باشم، همسرم گفت نه من میخوام برم خارج، مجبور شد اون رفت خارج، من تو ایران موندم. به خاطر همین میخوام یه همسر خوبی انتخاب کنم. همسرم هم خیلی خوب بود، اخلاقش خوب بود، با هم میساختیم. وضع مالی من الحمدلله بد نیست، خوبه. بفهم شغلتون چیه؟ شغلم الان بازنشستم، یه شرکت بودن. شرکت کار میکردم. شرکت کار میکردم، بازنشستم و بله. دو تا خونه هم دارم. خدا رو شکر. و حاضرم یه خونه رو به نام همسر آینده بکنم. به 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 به. همسرم هم دوست دارم مهربون باشه، مرد دوست باشه، با من بسازه. اخلاقم هم خوبه و جسمانی هم همه چیز سالم. جایی دادیم گوشی اینترنت هم که الان من سیجا میگرفتم عزیزم. تو این واقعا مرسکی میگیره، خدا حوصله زیرزیرهای زن بهرامو نداشتم. اون تو مشکلی نداره ها، ولی میدونم تو میفهمه مثلا من یه زنگی یه تماس یه دیداری با بهرام داشتم چون قاطی میکنه. یعنی که شکاک دیوونه، اون با بهرام هم دیوونه کرده. حالا خودت میدونی من نمیدونم. آها ببین راستی اسمت محسا چی نمیاد یا محسا بهرام شما آدمی عجب به ما آقا اومدی تو بیایی دستگیش سردار دستت کن بودو بودو استرس نگیر بیا آقا بزنی تو بودو بلا پیچیده پشتر پکوشه بیا زنده باشین قدم عزیزتر بفهمید محسا جان خانم خودسته محسا جان سلام علیکم محسا خانم هم خانم خودسته صابخونه ما چه گفتم خدمتتون خوب هستین شما خوش اومدین سلام تیم عصای نم که چی دیدم همه شو نه تقصیر شماست که این هم نه این فورتین کمک باور کنید خانم من وسواسی دوست داره همه چیزو خودش در بیاره تمیز بکنه بفرمایید ماست چه این کتی وقتی توی اون جهان سلامی بکنیم رو سوال مامان برای زنم ببخشید دیگه معذرت من در رو باز بکنم خانم خجسته دوستم پژمان که دکتر بودن توی بنگاه روز خدمتتون رسیدیم با هم دیگه پسر خانم خجسته زنده باشید شما دکتر چی بودی؟ من دکتر نیستم ولی 18 سال سابقه سرپرستاری دارم. نه دکتری از نظر ما داره دکتری میخونه درسش داره تمام در باز آه شرمنده نه ایبی نداره شما باستو شما خانم سرم اصلا مهم نیست اشکال نه روز اساس کشی نه اصلا نگران نباشه روز اساس کشی رفت آمد زیاده من مذارم گیرش کمه احساس میکنم این رو خفصه من هم همین احساس شما هم همین احساس رو داری قدم رنجی میکردن میمدن با من میدیدیم دیگه من دستنا همینه سلیقم ببخشید خب حالا منم حرفی نزدم که از وقتی اومدی داری ایراد میگیری دیگه چه در دستشویی به پذیرایی باز میشه نمیدونم اینجا کفش سفید آشپزخونه تنگ رد نمیشم همش داری ایراد میگیری ایراد گرفتم که خب تو چرا چی نمیگی بگو یه چیزی دیگه
ای بابا نمیشه اینجوری، اصلا بحث چیز دیگه نیست. من از این خونه راضیم، از الان دارم میگم من راضیم. در حد توان مالی می ایشون بی موقع رفته تهران رو ترک کرده، رفته شهرستان، نمیرفته اونجا، میمونی با هم تهران، خونه نریخته بر اساس بودجه ما. خانم خجسته، من از همه خونه ها عکس گرفتم دونه دونه براش فرستادم، واسه من رفته شهرستان. چرا نگرانی؟ فرد اتفاقی نیفتاده خانم، اونم مرد خسته است، گرماه گشته تا اینجا رو پیدا کرده. من قول بهت میدم اینجا خونه خوشیومیه، هر کی اومده تو این خونه نشسته یا خونه خریده یا بچه دار شده از اینجا رفته. در ثانی اگه دوست نداشتی یه ماه میشینیم میریم، اصلا اینقدر خودتو ارزش نداری، نگران کن درست میشه. خانم خجسته شما به بزرگی خودتون ببخشید. خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم. ما قصد بی احترامی نداشتیم. ببخشید، من بود. من عذرخواهی میکنم. درود. عالی بود، درجه یک بازی کردی. دست در خوب شد سیمین رو نیمون. چیه؟ سویلا؟ واو. چی اینجوری میکنی؟ ناراحت شدی؟ داد زدم اینو. همونی می‌خواستم که شد دیگه. یه قرار بود که دعوای سوری درست کنیم. دعوای سوری قرار بود رو بنداشیم که اونا فکر کنن اگه ما مشکل داریم جدا شدیم ما. یه ذره آب بیار بهش. چته شدی مزنه؟ این چه طرز رفتاریه؟ مگه من بی شخصیتم جلوی اینا با من این طرز رفتار می‌کنی؟ جلوی کی اینا رو که دیگه قرار نیست ببینیم که مسخره بازی. من نمی‌بینم آقای پژمانو چی نمی‌بینم. بابا پژمان خودمون در جریان پژمان بیا. فیلم بود دیگه، نمایش بود، بالا یه ذره دادم زدم، ببخشید یه ذره بخور آبا. بفهم حالا جا یه مقدار تو زیاد روی میکنید. نه میفهمم، باید زیاد میگرفتیم، بالا میگرفتیم، اونا فکر کنن اگه جدا شدیم. اصلا این پرز رفتار با یه خانوم نیستش که، ولی اینکه نقش باشه. ببخشید خیلی خب بابا شلوغ نکن. چی کردم؟ اصلا میخواستم ببینم خودت باور میکنی یا نه. خیلی خوب بازی کردی، اگه شوخی هم کردی درجه یک. یه ذره دو به شک شدم. به نظر من ولی از اول بهت شک داشتن، باورشون نمیشه. خب حالا اینا اینجوریه دیگه، تو هیری بیری هم گیر داده، میخوام خانومتو ببینیم باش آشنا بشیم و اینا، مجبور شدم بهت. خب مگه شناسنامتو ندیدم؟ دیدن شناسنامه، دیروزم بنگاهیه میگه طلاق عاطفی میگیرن نه آدم های امروزه، جدا از هم میشن ولی اسمشو تو شناسنامه همدیگه هست. حالا اینا هم میخواستن. بعدم نگفته بیچاره. چطور؟ مثل تو که دیگه این رفتاره غیر عادی و دیوونه بازیاته که اون بحثای بیچاره گذاشته رفته دیگه. البته اگه اشکال نداره که جلو آقا پژمانی حرف بزنه. نه با پژمان که رفیق ماست، ولی کی دیدیش؟ هفته پیش اومده بود تولد سیمی. میگفتش که تو رفتی با باباش صحبت کردی و مثل اینکه یه خودتونم با هم حرف زدین، قرار شده همه چی اوکی بشه. نه با پیروز دوباره تلفنی با هم جنگ و دعوا. دوست نداره، میگه شاگرداتو نیار خونه، نمیدونم با منشی آموزشگاه نمیدونم رو هم رو هم ریختین و جوون دختره نباید بریم. نمیتونم، نمیکشم. هرچی میرم جلو باید بیام عقب. بگو نمیدونم بره طلاق نامه امضا بکنه، هرچی اقدام بکنه میام امضا میکنم. الان داری به من میگی پیغام ببرم؟ من میرم این حرفا رو بزنم که داری به من میگی؟ هر کاری دوست داری بکن. هر مهم رفیقم رو آقای خجسته دوباره چیکار داره؟ جانم آقای خجسته ببخشید آقا، من یه ذره زیاده روی هم کردم، معذرت میخوام. نه همه چی اوکیه، نه نگران نباشین، من با شما نبودم. بمونید کجا رو آقا؟ کدوم واحدو؟ نه اون ساختمون بغلی رو میگین، ساختمون شیشه‌ایه. نه آره ندیم، ما الان وسایلم آوردیم اینجا، واقعا اونجا هم یه ذره به لحاظ عددی رقمی برامون بالاست. اینجا خوبه، حالا اوکی میشیم با هم دیگه، نگران نباشه. باشه، چشم میایم. باشه من چیکار کنم؟ گیر داده میگه بیاین این واحد بغلم ببینین، 5 دقیقه بریم بفرمایید بریم ببینیم. نه با هم بریم دیگه، اونجا میریم تو نپسند. برو بابا، خواهش میکنم. منو دوباره بدین بازی ها نکن. خواهش میکنم بالا میگم، تو اونجا هم ازت نظرت خواهم. بهرام من اصلا نمیتونم. جون بهرام، پول پیچی که شما باشین کافیه بچه، فقط اجاره است دیگه که میاد خودتون فرق اینجا و اونجا. بله تفاوتش که فاحشه با اجاره. حالا البته اون خود اون خونه هم از خونه قبلیمون بهتره. من فکر کنم که مثلا یه سالی اونجا فعلا بشینی. خیلی هم اونجا مسئله نداریم،
من از صدا من بردم بالا اونجا به هر حال اصلا معذرت مهم نیست ببخش منم اول زندگی همین اختلافات رو داشتیم تا بچه اول به دنیا بیاد با این مشکلات ساختی بله شما چند سال ازدواج کردی؟ ما ده ساله ماشاءالله من ده ساله اول ازدواج چهار تا بچه داشتم اون موقع شرایط خب فرق داشت الان یه ذره زندگی ها سخت‌تر شده سخت‌تر شده ولی خب ببخشید سوال میکنم شما چند سالته؟ 38 سال 38 سال من یک چند سال از تو بزرگتر من 42 سالم چهار تا بچه دارم چهار تا چهار تا زیاده دیگه بچه شیرینی زندگیه واقعا بچه شیرینی باشه باشه اختلافات حل میشه بله زندگی شیرین میشه منتها آدم فکر باشه که سن که بالا میره برای بچه دار شدن خیلی مشکل آره ما یه ذره البته شرایطمون هم یه جوریه که درست میگید ما گفتیم اول خونه رو بخریم بعد حالا راجب بچه و اینا هم فکر میکنیم بله. البته من بینم بگم دوتا از بچه های من بچه های اجاره‌نشینی هست البته بچه های من ولی نمیگم که یعنی برسه نه ماجرا دیگه با شما ما ندار هستیم و اینها ما غیر از حالا بحث مالی و اینها که بحث تکراری ما اصلا بچه دار نمیشیم یعنی این جزوه البته ببخش بچه با شما راحت بودیم که گفتم اینها ببخشدن ماما شما به بچه ها چی کار دارید بابا جون شما ببینید من معذرت میخوام ببینید بچه ها میتونید شما اصلا برید اتاق بغلی خب اینجا خالی برید بشینیم با هم با مش چت بکنیم باشه پس با اجازهتون ما برید راحت بشید برید اونجا مشورت بکنید وقت در اندازه کافی هستش اینجوری نگفتم مثلا اگه راجع به بچه با اینا حرف زدم ذهنم به مسئله تو نرفتش که اصلا من به مسئله شخصی تو کاری ندارم سهیلا تو به مسئله شخصی من کاری نداری پس یه لطفی بکن بفرمایید خواهش می‌کنم از این به بعد اصلا به طور کل وارد مسائل شخصی من نشو من اون که گفتم ما بچه دار نمیشیم مسئله شخصی توه واقعا آره به تو چه ربطی داره مگه تو بچه دار نمیشی تو الان خودت گفتی سیمین بهت گفته بابا میگم ذهنم چرا با من بازی در میاری بهرام من بازی نمی‌کنم با تو من بازی نمی‌کنم یه دقیقه گوش بده آروم باش همه چیزو پاک کن اینا رو یک ساعت دارن راجع به بچه دار شدن حرف می‌زنن من ذهنم بابا اصلا که جلوی اینا رو بگیرم سینی به من گفته رفتی دکتر برگشته دکتر بهت گفته که یه ذره گذاشته توی فشار که باید روش ازدواج بکنی که بچه دار شدن دوچار مشکل نشه آره اینو میدونم ببین اصلا یه گندش نکن ماجرا این مسئله رو همینجا تمومش کن الان بلند شیم بریم بیرون بعدن راجع به یه دقیقه وایس همینجا بمون وایس ای خدا ببین ببخشید من یه ذره طول کشید بحثمون الان میام خدمتتون عذرخواهی منو بپذیرید واقعا متاسفم ببین من نمیدونم سیمین چی بهت گفته راست و دروغ درست یا غلط اینکه رفتاری که با پژمان کردی مطلوب من نبوده با این مسئله چه برخوردی چه رفتاری من با پژمان کردم مطلوب تو نبوده برگشتی من که اصلا با اون حرف نزدم همین بحث من همینجاست اصلا ما حرف نزدی وا مگه ما همیشه با هم حرف میزنیم ما ارتباطمون خیلی طبیعی همیشه همین شکلیه بعدم ببخشید ایشون از من خواستگاری کرد نه اشتباه همینجاست من ازش خواهش کردم که بیاد من بهش گفتم بیاد دیگه آها یعنی امروز هم همینجور شانسی بلند شده بود اومده بود ببینته تو خونه که هنوز اسبابش هم نیومده میگم من بهش گفتم بهرام دست بردار یه دقیقه میکشیدیش کنار بهش میگفتی آره بهش میگفتی نه این دختره 14 ساله واقعا باورم نمیشه که دارم تو رو میبینم اینجور فقط بلدی بازی در بیاری دیگه چه بازی در این آخرین بارت باشه که راجع به سن من داری حرف میزنی ها خب ببخشید نمیخواد نگران من باشی من همه حسن نیت تو رو میدونم ولی حاضر نیستم بلندشم بعد از این همه وقت برم با مردی که زنشو طلاق داده دو تا بچه داره بلندشم برم ادامه زندگیمو ادامه بدم باهاش اوکی اینجوری فقط حتی منو دم نیار دیوونه باشه من اشتباه کردم من فکر کردم شما هر دو تاتون رفیقای من اینو که نمیتونی انکار کنی ها من اینا رو انکار نمی کنم ولی تو حرفای خیلی بدی رفتی پشت سر من زدی چی گفتم نگفتم اینجوری که تو فکر می‌کنی نیست واقعا چرا انقدر منکرش میشی بذار زنگ بزنم لوس بازی در نیار نه زنگ بزنم یک چیز زر زده دوباره دیگه تو بر نگشتی بری به سیمین خب بگو چی گفتم
برگشتی گفتی که ترشیده است و ترشیده. ترس همه زندگیمو گرفته بود. ترس از تنهایی، از آینده. اینکه وقتی 50 سالم بشه قراره چیکار بکنم؟ زمانی که دیگه نه خانواده ای هست نه دوست آشنایی. خب یه عده‌ام جوابای جالبی میدادن. مثلا میگفتن تو از بس خوبی اصلا مردا جرئت نمیکنن سمت تو بیان. یه عده دیگه میگفتن تو که چیزی لازم نداری، تو که همه چی داری، از شوهر میخوای چیکار، برای چی میخوای ازدواج کنی؟ ولی شماها تک تکتون میدونین من برای چی میخواستم ازدواج کنم. یه دختر از یه سنی به بعد نیاز به نوازش یه مرد داره. نیاز داره یه مرد بهش بگه دوستت دارم. نیاز داره دوست داشته شدن رو احساس کنه، لمس کنه. و این نیاز خانواده و دوست آشنا نمیتونن تامین بکنن. و تنها کسی که میتونه این نیاز رو تامین بکنه مرد زندگیشه. منظورم این نیست دخترمون بلندشن 14-15 سالگی ازدواج کنن. نه اصلا. ولی تصور کن. چرا تصور کنی؟ خود من. وقتی یه زن 42 سال طول میکشه که ازدواج بکنه. حالا ما 22 سالشو میذاریم کنار. من که زمان تولدم قصد ازدواج نداشتم که. فکر کن تو این 20 سال اخیرش. چقدر باید انرژی میذاشتم تا یه غریزه طبیعیم رو سرکوب بکنم. چقدر باید وقت و انرژی میذاشتم تا وانمود بکنم که نه اصلا مهم نیست که مردی تو زندگی وجود نداره. داخل پرانتز فقط من یه چیزی رو بهتون بگم. اینکه از این هفته سه شنبه ها اینجا یه کارگاهی برگزار میشه که اگه خواستی میتونید اینترنتی ثبت نام کنید. اسمش هم هست کارگاه کنترل اورژانسی غرایز جنسی. چیه؟ اسم بامزه‌ایه. شاید یه خورده خنده‌دار باشه ولی موضوع خیلی مهمیه، به خصوص برای افراد مجرد. ببینید یه واقعیتی، ممکنه شما توی شرایطی قرار بگیرید به لحاظ جنسی که جواب نگیرید، احساس بکنید سرخورده شدی، یعنی اون بازخوردی که می‌خواستین رو نداشته باشی. بعد این روز شرایط عصبیتون تاثیر میذاره دیگه، ناراحتتون میکنه. بعد ممکنه که از روی عصبانیت یه سری تصمیمات بگیرین که درست نباشه. اینکه یه برنامه‌ای بریزین، یه کاری بکنین. اولین پیشنهاد من به شما اینه که پیشگیری بهترین روشه. یعنی اصلا شما به لحاظ یعنی از نظر حقیقی، مجازی و حتی روحی نباید خودتون تو شرایطی بذارین که مجبور به پیشگیری بشین. این یک. حالا اومدیم و شما تو این شرایط قرار گرفتیم. این کارو سخت میکنه. ولی نه غیر ممکن. یه سری کارا میشه کرد. اولش اینه که خیلی سریع اون محل رو ترک کنید. هر جایی که شما رو به لحاظ جنسی تحریک میکنه سریع ترک کنید. این که ببینم چی میشه و نمیدونم حالم خوب میشه و اینا رو نداریم. به هیچ وجه سریع. ولی یه وقتایی هم هست شما نمیتونید اونجا رو ترک کنید. اون موقع چی؟ ورزش. ورزش شدید. تناب بزنید. بودوین. سریع. ولی خب تو مهمونی هایی که نمیشه دوی ماراتون گذاشت میشه؟ ولی یه کاری هست که میشه انجام داد. برین یه گوشهی بشینین یا سر پا، شروع کنین به نفس عمیق کشیدن و تمرکزتون رو بذارین رو دم و بازدمتون، مثل کاری که من الان میکنم شما هم با من میکنین. 50 بار نفس عمیق میکشیم. 3-2-1 بنده آدم مهربونی هستم و خوشخنده هستم ولی بسیار غیرتی هستم. گیسوانت زیر باران، عطر گندمزار، فکرش را بکن. با تو آدم مست باشد تا سحر بیدار، فکرش را بکن. در تراس خانه رویا روی شوی با عشق بعد از سالها، بوسه و گریه شکوه ی لحظه دیدار، فکرش را بکن. دوست ندارم خانومم شاغل باشه، دوست دارم خونه دار باشه، چون وظیفه اولیه همسر خونه داری و تربیت بچه هاست. نیازی هم نداریم به اینکه ایشون درآمدی داشته باشه. بعد چیز دیگه ای که برام مهمه، من یکی از دوستانم اشاره کردن که بحث غیرتی و اینا، من دوست دارم همسرم فقط برای من باشه.
تمام زیبایی هاش مال من باشه. یعنی اینی که پوشش نامناسب داشته باشه، جلو دید نامحرم باشه، به هر نحوی تمام زیبایی های همسرم رو برای خودم میخوام و متقابلا خودم هم متعلق به همسرم هستم و این حق رو بهش میدم که روی منم حساسیت داشته باشه. تو زندگیم تنهایی خیلی کشیدم تا الانشم جنان ادامه داشته برای عزم. خواهش میکنم یه مطور آرام باشیم، خودتون کنترل کنیم. تا الانم که نتونستم ازدواج به خاطر اینکه پدر مادرم فوت کرده و تنها زندگی میکنم. هر کسی سمتم اومدش به خاطر چاقیم ایراد گرفتش، به خاطر تنهاییم ایراد گرفته. کیسای خیلی خوبی برام پیش اومده بود ولی متاسفانه اصلا نشد. به خاطر همین خیلی اذیت شدم آقای دکتر، روحیم باختم. من شماره 17 هستم، 35 سالمه، 38 سالمه، ببخشید من منصرف شدم. ماشینم الان اینجا گذاشته بودم، الان نیست. گرسقیر اومد برد گذاشتی زیر تابلو. گرسقیر چرا برد؟ ماشین دیگه هم اینجاست. گرسقیر برد دو تا ماشین اینجا برداشت شد گذاشت بابا. اینجا نمیکنی پارک ممنوعه دیگه آقا. هر روز ما بهش ماشین شما رو بردن. بله. ماشینتون چی بود؟ 206. من 207 بودم بابا. من دیدم اینجا تابلو داره یا آقا، اینجا گفت اصلا مامور اینجا نمیاد، من گذاشتم. شما الان میدونی کجا بردم؟ میبرم پارکینگ شرق دیگه. آره آقا، مدارک و سند ماشین رو برمیداریم میبریم اونجا، بهتون یه برگه های میدن، اونا رو فرما رو پر میکنین و جریمه ها رو پرداخت میکنین و اینا، بهتون میگن کدوم پارکینگه، میرین جریمه پارکینگ هم پرداخت میکنین، ماشینتون رو در میدارین میگنین. اون وقت همه اینو چقدر طول میکشه؟ فکر میکنم یه صبح تا ظهر طول میکشه. باش، خیلی ممنونم از راهنماییتون. من دیگه میرم، مرسی. نه خواهش میکنم، منم دارم میام مترو، مسیرمون یکیه. ببخشید من ترجیح میدم تنها برم. با هم میریم دیگه، داریم میریم دیگه. من اصلا نمیدونم مترو وضعیت مسیرم چه شکلی میشه. اصلا چیز خاصی نیست، شما با مترو همه جای شهر میتونیم بریم، مشکلی نداره. اشکال نداره، ماشینو فردا در میاریم. خجالتی هستین ها؟ اون بالا خجالتی نبودیم. کدوم بالا؟ الان شما داری از کجا میای؟ مگه شما اونجا بودی؟ بله. من ندیدم اتون. من حرف نزدم. من دوستم اونجا تنها رفته بود. کار داشت، برای همین باش رفتم که تنها نباشه. آره دیدم، خیلی با اعتماد به نفس بودم. من اصلا حرف نزدم اونجا. نه کلا میگم شخصیتتون خیلی با اعتماد به نفسه. دروغ گفتم، من اصلا بالا نیومدم، پایین وایساده بودم. گفتم آخه شما رو اونجا ندیدم. آخه تیپ شما یه جوریه که بعید میدونم اونجور جاها بری. نه اتفاقا من زیاد میرم. چیزه ببخشید یه سوال بپرسم، شما چند سالتونه؟ من 30 سالم. اونجا خوبه اتفاقا، بگیر نگیر داره دیگه، یه روزای خوبه یه روزای بده، معمولا خوبه. سوال دیگه نداری؟ نه. We'll be right back.
تو چی گوش میدی؟ من بیشتر سنتی گوش میدم، شجریان، قربانی، البته رادیو رو ترجیح میدم. رادیو مگه انو هست؟ این ایستگاه‌های رادیویی که برنامه پخش میکنن آره، ولی اون رادیوهایی که آنتن بغلش داشت اینا رو نمیدونم. البته الان بیشتر گوشی‌ها رادیو دارم. من خوشم نمیاد، این چیزایی که مخ آدمو درگیر میکنه دوست ندارم. ما پیرمرداست. بزنی وقتی آروم شد اینا رو وسطش جا بده. نه دیگه تو من یه پیرمردی. چی؟ دیگه من یه پیرمردی گفتم مال پیرمرداست. ناراحت شدی؟ ناراحت نشدی؟ یا اصلا زیر رو شدی؟ ببین آقای محترم، من خیلی از شما ممنونم که راهنماییم کردین ماشینم رو چجوری ترخیص کنم. الان تا کجا میخوای با من بیای؟ یه مثلا کنفیکون شدیم، حالا داشتیم با هم موزیک گوش میکردیم. یارو از تو جهنم میره دمه در بهش، میگه آب جوش نمیخواین، اونا میگن نه. یه بس من دوتا موز برداشتم رفتم تو مؤسسه. قبلا اینطوری بود که هر کی میخواست خودشو معرفی کنه قبلش باید یه جوک میگفت. دکتری میگفت اینطوری آدم ها با جوک تعریف کردن خیلی از شخصیتشون میشه کشف کرد. دیگه بعدا اینقدر مسخره بازی شد و جوک های ناجور گفتن دیگه اون قسمتش رو حذف کردن. تو یه جوک بگو. من بلد نیستم. نمیشه آدم جوک بلد نباشه. من هیچ وقت تو زندگیم جوک تعریف نکردم. یعنی اعتماد به نفسشو نداری؟ نه یادم میره. همین از نداشتن اعتماد به نفس دیگه. ببین به نظر من زن آدم باید از خود آدم 5 سال بزرگتر باشه. مثلا اونا که همسن من هم خوب نیستن، بزرگتر ها خوب هم. میدونی چی بهت میگم؟ تو چند سالته؟ بیشتر از 5 ساله. نه گفتم کمه کم 5 سال، حداقل 5 سال. اولین بار تو سوار پله برقی میشی؟ خودت اولین بار که سوار پله برقی شدی؟ پله برقی که بود از اول. همچنین میگه مثلا من شما هم بود. آره دیگه بود دیگه پله برقی. آخه ننگی ما یه دهه با هم اختلاف داریم. یه دفعه 18 سالم بود، اومده بودم تهران ثبت نام دانشگاه. آه. یه پاساژ رو بروی اونجا بود پله برقی داشت. من اینقدر هیجان انگیز بود برای ولکی سوارش شدم، میرفتم بالا میامدم پایین. خب آسانسور که دیدی اولین بار؟ آسانسور همون موقع ها بود دیگه. دیدم. خب همون موقع ها چه سالی بود؟ سال 76 مثلا. 76؟ اصلا سال 76 رو یادت نمیاد؟ نه. بعد میخوایی به من شماره بدی؟ چیه خوب؟ تو دوست نداری با یه پسر شاخش امشاد جوانتر از خودت دوست بشی؟ بذار فکر کنم. یعنی فکر نکردی تا حالا بهش؟ خوش تیپیه ها. بعدم نمیام. خب چرا دست دست میکنی؟ بده شماره رو دیگه. آها الان داری این کارا رو میکنی برای اینکه من شماره بدم. چیزه بده دیگه چرا که نه؟ من واقعا فرصت تو وقت اینجور رابطه ها و اینجور چیزا رو ندارم. آخه این چیز خاصی هم نیست. ببین ما دو سه ماه با هم رفت آمد میکنیم، تو هم که میگی تنها زندگی میکنی، قشنگ میریم میایم اینا، تو یه تصمیمی بگیریم دیگه. اصلا خودتو بگو چیکار کنیم.
من تصمیم خودم رو گرفتم. تصمیم هم اینه که به دلایل قوی و معنوی خیلی سریع باید ازدواج کنم. خیلی سریع ازدواج میکنیم. همچنین میگه خیلی. من مثلا ممکنه اصلا فردا بخوام ازدواج کنم. فردا؟ بعد کچلوان هم بودم اتوشوی. وای اصلا بیا همین الان یه آقد بیاریم، کلی هم شاهد عقد اینجا هست دیگه. با ما ازدوازی در میاری. ببین من دو سه هفته پیش اومده بودم در مؤسسه. با یه خانومه آشنا شدم، داشتم باهاش صحبت میکردم و اینا. همینجوری راه رفتیم اومدیم، مثل الان رسیدیم به مترو. همینجوری اومدیم و گفتش که بیا با هم صیغه کنیم و خونه اجاره کنیم با هم و نمیدونم فلان. و من دیگه یه موبایلی زنگ زد، داشت با موبایل حرف میزد، من همینجوری نرم پیچیدم رفتم تو افق تو غبارا گم شدم. زنی که میاد اونجا اولا این که دنبال مرده، یعنی تو نصف راه همینجوری رفتی، بعدش هم زن سمبالا دستش تو جیبشه چپش پره. من یه دوستی دارم، چون حال دیگه نمیخوام دیگه رو ببینیم بهت میگم، من یه دوستی دارم با یه خانم دکتره 45 ساله دوست شده. همسن من با یه خانم دکتره 45 ساله دوست شده. خانومه خرجش میکنه نمیدونم، این بچهش بهش میرسه 206 هم انداخته زیر پاش. آها بعد من گیر. پس تو دنبال یه همچین موردایی هست. ببین حالا نه برای من آدمش هم مهمه، من همین آمار یه خانومه رو دارم، بلند میشه میاد این مؤسسه، یه سوناتا مشکی داره، همیشه هم میره تو پارکینگ پارک میکنه. یه دفعه من رسون تو دم در خونمو، کلی با هم حرف زدیم و یه پیشنهادایی هم به من داد و اینا، دیگه من اوکیش نکردم. که خیلی مورد خوبی بوده، همون مشترک مورد نظر بوده. 50 سالش بود، من مامانم 47 سالشه، بعد بیام با اون نمیشه که. تو فکر میکنی که سن آدم ها دست خودشونه؟ نه ولی مثلا این دست خودشونه که وقتی جوان بوده 50 نفر اومدن خواستگاریش احتمالا گفته نه، الان افتاده به التماس. اصلا بیای کار کنیم، بحث دیگه ادامه ندیم، تمومش کنیم. باشه. تو اسم تو به من نگفتی یا اسم چیه؟ بهار. الکی؟ نه چرا دیگه شما همه اینایی که میگین مؤسسه اسماتون همهتون الکی میگین، من یه متخصص شناختن اسمای الکی هم. خب پس یه کاری کنیم، تو حدس بزن، ولی سه تا بیشتر نمیتونی حدس بزنی. در ضمن اگر هم نگی دیگه اسمامو بدونی. خب مریم؟ نه نزدیک مریم هم نیست، راهنمایی کن. شبیه مریم؟ اصلا. لیلا؟ نزدیک شدی. نزدیک لیلاه؟ نزدیک لیلا الان میگم دیگه. لیلا، 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 سهیلا. عجب کلکی هستی تو. چرا؟ درست گفتم؟ اومدی با مؤسسه اسم منو پرسیدی؟ مگه تو اسم واقعی تو گفتی اونجا؟ جون من سهیلایی؟ اسم واقعا کجا فهمیدی؟ بابا اصلا فقط قیافه معلومه سهیلایی. ببین بعضی ها معلومه سهیلا، بعضی ها معلومه مثلا اسم ها معلومه، قیافه ها معلومه. اسم ها قیافه ها معلوم. اسم تو چیه؟ مسعود. ولی اصلا اسم تو به من اولین بار 12 سالم بود عاشق دوست مامانم شدم. دروغ میگی. خود ما میرفتیم خونهشون میخوابیدیم، به خاطر اینکه شوهرش میرفت ماموریت میخواست تنها نباشه، من و مامانم میرفتیم خونهشون. من دیوانه میشدم شب خونه اینا میخوابیدم، همش دوست داشتم شوهرش بمیره، دوست نداشتم شوهر داشته باشه. شوخی میکنی خدا. بعد شوهرش تصادف کرد مرد. واقعا؟ حالا تو یه چیز دیگه خودت بگو. یه چیز دیگه چی بگم مثلا؟ مثلا بگو آخرین بار کی عاشق شدی؟ عاشق کی شدی؟ آخرین بار اصلا یادم نمیاد، چون که اصلا الان ببین اونجوری نیست، الان اینطوریه که تو میری با دختره صحبت میکنی یا بهت پا میده یا قهوهیت میکنه. خب دیگه اونجوری نیست که عشق و فلان و اینا. تو چی؟ آخرین من آخرین بار یه جای کار میکردم، عاشق رئیسم شده بودم. خب بعد نامزد کرد، عاشقش بودم. بعد ازدواج کرد، باز من عاشقش بودم. بچه دار شد، باز من عاشقش بودم. اصلا دیگه، ولی دیگه یه جایی به بعد که زمان گذشت و یه ذره به تجربه هام اضافه شد، فهمیدم چه عشق احمقانه ای واقعا. وقتمو دارم تلف میکنم. ببین ما الان داریم از هم خدافظی میکنیم دیگه، هم دیگه نمیبینیم، درسته؟ بله. خب اون دلیلی که گفتی به خاطرش باید زود ازدواج کنی هم میگی؟
نه، برای اینکه یه مسئله کاملا شخصیه برای من. شخصی؟ مال کساییه که میخوان دوباره همدیگر رو ببینن. خب شاید ما دوباره اتفاقی همدیگر رو دیدیم. اتفاقی که من یا دم مؤسسه هم یا تو مترو هم دیگه. تو مؤسسه که عمرن نمیای، مترو هم نمیای، چون فردا میخوای بری ماشینتو تحویل بگیری، با ماشینت میریم برام. خب شاید فردا که رفتیم ماشینو به تحویل بگیریم دوباره همدیگر رو دیدیم. من دروغ گفتم، من ماشین ندارم. ماشینم کجا بود؟ ببین واقعا تو کل این مسیری که الان با من میومدی یک کلمه حرف راست زدی. آره و راستم زیاد گفتم. مثلا گفتم از صدای این خانم مترویی خوشم میاد یا تو خوشم اومده، اینا رو همه راست گفتم. آها باشه. نمیگی؟ چیو من الان باید دقیقا به تو بگم؟ اینکه چرا میخوای اورژانسی ازدواج کنی؟ نه نمیگم. چرا؟ گفتم که شخصیه. شخصیه. ببین تو پله‌ها رو میری بالا، اینجا ایستگاه تاکسیه. باشه میتونی یه ماشین شخصی هم بگیری و بری هر جا که میخوای. باشه. خوشحال شدم. آقا ببخشید ماشینای گیشا رو کجا می‌ذارید؟ همین همین.
دلم.